به نام خدا، با سلام به شما. صابری هستم از شرکت مشاورین مالی و حقوقی پارس فایننس. در این ویدیو کوتاه قصد داریم روش‌های پسنداز سریع برای خرید خونه رو در استرالیا با هم مرور کنیم. لطفاً توجه داشته باشید که این یک مطلب خیلی خیلی کلی است و ممکنه شرایط خاص شما یا بسیار از دیگران درش لحاظ نشده باشه. اولین گام قاعدتاً دونستن اینه که دقیقاً چه مبلغی درآمد داریم و دقیقاً چه درصدی از این درآمد رو خرج چه آیتم هایی میکنیم و چند درصد از درآمد ما اصلاً پتانسیل پسنداز شدن رو داره. خیلی راحت میتونیم از یک دفترچه استفاده کنیم یا از نرم افزارهای کامپیوتر یا اپلیکیشن های موبایل استفاده کنیم. این قسمت اول خیلی ظاهراً بدیهی و ساده به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه که بسیار از آدم‌ها نمی‌دونن که چند درصد از پولشون رو خرج مثلا اجاره می‌کنن و اصلاً چند درصد از پولشون رو میتونن پسنداز کنن. بدون دونستن این ارقام واقعاً باید بگم متأسفانه به جای نخواهیم رسید. یکی از منابع خیلی معروف و معتبری که وجود داره سایت دولتی moneysmart.gov.au هست که همونطور که دارید مشاهده میکنید توصیه میکنم که تشریف برید اونجا. تو قسمت تولز نرم افزارها و اپلیکیشن ها خیلی خاص و مختلف وجود داره اونجا که میتونید ازش استفاده کنید. اپلیکیشن ترک ما اسپندینگ رو میتونید دانلود کنید روی موبایلتون و ازش برای یادداشت کردن مخارجتون استفاده کنید. در آخر هر ماه احتمالا میتونید آنالیز کنید که چقدر خرج چه آیتم هایی که و در واقع چقدرش ضروری بوده چقدرش ضروری نبوده و چقدر میتونستید سیو کنید یا پتانسیل سیو کردن شما در ماه های آینده تا پایان سال چقدر. خب گام دوم بودجه بندی است. معمولا بعد از یکی دو ماه مانیتور کردن و زیر نظر گرفتن مخارج شما قادر خواهید بود بگید چند درصد از درآمدتون رو به راحتی میتونید پسنداز کنید و اگر بعضی مخارج نه چندان ضروری رو از لیست مخارج خودتون حذف کنید چند درصد اضافه تر خواهید تونست پسنداز کنید. به طور متوسط شما میبایست حداقل 10% و اگر بشه حتی تا 25% از درآمد ماهانه خودتون رو باید بتونید پسنداز کنید. اگر به این رقم 10% نمیرسید خیلی جدی باید بشینید و مخارج خودتون رو مرور کنید. قاعدتا شما دو راه بیشتر ندارید، یا درآمدتون رو اضافه کنید یا مخارج خودتون رو کمتر کنید و طبیعتا راه حل دوم خیلی آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود. مجددا نرم افزارها و اپلیکیشن زیادی وجود داره که به شما کمک میکنه تا با پیش‌بینی مخارجتون هر هفته یا هر ماه یک مبلغ ثابتی رو به طور مداوم بتونید پسنداز کنید. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این بودجه بندی برای این انجام نمیشه که شما به راحتی بعضی آیتما رو عوض کنید یا به خودتون ارفاق کنید یا خیلی دست بالا و با دست باز خرج کنید. هدف از بودجه بندی مینیمم کردن مخارج با آیتم‌های ضروری و نسبتاً ضروری و ماکسیمم کردن پسنداز است. در ادامه مبحث نشون خواهیم داد که چطور با یک بودجه بندی نه خیلی سختگیرانه در عرض 4 سال شما میتونید یک دیپوزیت خیلی خوب برای خرید مسکن در کشور زیبا و پهناور استرالیا فراهم کنید. گام سوم بهینه‌سازی ساختار حساب‌های بانکی شماست. معمول اینه که اکثرا آدم‌ها حساب‌های زیادی در چند بانک مختلف دارن و دقیقاً استراتژی خاصی رو دنبال نمی‌کنن. یک زمانی یه بانکی یک آفر خوبی داده بوده و اونجا حساب باز می‌کنید. بعد از مدتی یک حساب دیگری با بهره بالاتر در یه جای دیگه باز می‌کنید و این داستان ادامه خواهد داشت. البته ساختار ساده که در این بحث ما پیشنهاد میکنیم ممکنه برای همه مناسب نباشه. خیلی بستگی داره به میزان نقدینگی شما، برنامه‌ریزی فردی و شرایط خانوادگیتون، نحوه اقامتتون در این کشور و نوع ویزا و خیلی چیزهای دیگه. اما به طور کلی ما پیشنهاد میکنیم 3 حساب بانکی بدون هیچ کارت اعتباری یا کردیت کارتی. مجددا تاکید میکنم این خیلی توصیه کلی و عام است. بله 3 حساب کافی است. یکی حساب روزمره یا اوریدی بانکینگ که شما حقوق خودتون رو در اون حساب دریافت میکنید و مخارج روزمره و عادی زندگیتون رو از اون حساب یا با دبیت کارتتون به اون که به اون حساب وصل هست انجام میدید. معمولا حسابو خیلی بهره بالایی نخواهد داشت، مثل یک حساب جاری عمل میکنه. حساب دوم یک حساب با نرخ بهره نسبتا بالاتر هست، مخصوص اون دسته از مخارجی که شما هر روز بهش احتیاج ندارید. مثلا بیمه ماشین که ماهی یک بار هست، یا رجو که سالی یک بار هست، یا اجاره منزل که ماهی یک بار هست. این مخارج رو طبق بودجه بندی که قبلا به ریز انجام دادید و لیست کردید داخل یک حساب با نرخ بهره نسبتا بالاتر نگه می‌دارید. دلیلش هم اینه که در اون بازه زمانی که این پول‌ها هنوز در حساب شما خوابیده و وقتش نرسیده که خرج بشه، بیشترین بهره ممکن رو به خودش جذب کنه. حساب سوم یک حساب سپرده‌گذاری نسبتا بلند مدت با بالاترین نرخ بهره ممکن است برای اینکه پسند از نهایی خودتون رو که بجز در مواقع ضروری یا خدا نکرده اورژانس در مواقع دیگر بهش دست نمیزنید،
اونجا در اون حساب پارک کنید و بالاترین بهره رو کسب کنید. دقت کنید که این حساب معمولا بلند مدت است و اگر زودتر از موعد برداشت داشته باشید در احتمالا درصد سودی که بهش تعلق میگیره به شدت کاهش پیدا میکنه. دقیقا اینجاست که اهمیت بودجه بندی و ترک کردن پول، اون قسمت 1 و 2 که خدمت توضیح دادم، اینجا به صورت کاملا واضح دیده میشه. خب گام چهارم استراتژی اجاره کمتر است. ظاهرا خیلی بدیهی به نظر میرسه، اما واقعیت اینه که خیلی همون در عمل به این قضیه توجه زیادی نداریم. اگر برنامه‌ای جدی برای خونه خریدن دارید، باید بدون تعارف تا زمانی که دارید پول پس انداز میکنید کمترین اجاره خونه رو پرداخت کنید. معمولا همه ما حتی اونایی که چند تا بچه دارن میتونن معمولا مدت موقتی مثلا 2 3 یا 4 سال در یک آپارتمان یا یک یونیت کوچیک‌تر یا در یک محله ارزان‌تر زندگی کنن. معمولا تفاوت اجاره بهای یک خونه کوچیک‌تر در یک محله ارزان‌تر رو وقتی در تعداد ماه‌های سال و تعداد سال‌ها مثلا 3 یا 4 سال ضرب می‌کنیم، رقم خیلی قابل توجهی میشه. مثلا میتونیم با هم حساب کنیم اجاره متوسط رو اگر بگیریم مثلا در ملبورن بگیریم هفته 350 دلار، اگر شما بتونید به خونه اجاره کمتر یا محله ارزان‌تر با هفته 300 دلار، تفاوتش هفته 50 دلار خواهد بود. ضرب در 52 هفته که بکنید در سال میشه 2600 دلار در سال، و وقتی ضرب در 4 سال بکنید میشه 10400 دلار در سال. فقط تفاوت سیوینگ شما خواهد بود اگر به یک خونه کوچکتر اجاره کنید. گام پنجم شاید کمی عجیب به نظر برسه، اما جالب اینجاست که همین استراتژی های کوچیک باعث میشه که در واقع بتونیم بیشتر استفاده رو از پولی که دستمون هست ببریم. در این مرحله باید تاکید کنم که در مورد پرداخت به موقع قبضهای آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت و غیره، خوش حسابی بسیار مهم هست. چرا که وقتی که ایشالا یک دیپوزیت کافی پس انداز کردید و خواستید برای وام مسکن اقدام کنید، اولین چیزی که بانک و مؤسسات مالی دنبال میکنن سابقه خوش حسابی شما در پرداخت قبض ها، جریمه ها، اجاره خونه و غیره است. بعد از اون میان بررسی میکنن که شما چقدر درآمد دارید، اصلا چقدر میتونید وام بگیرید و آیا توانایی باز پرداخت اقساط وام رو دارید یا نه. استراتژی خیلی ساده برای پرداخت قبض ها وجود داره. اول از همه این که تا حد امکان از کریدیت کارت یا سرویس های اتوماتیکی کسر از حساب استفاده نکنید، به جاش از بی پی استفاده بفرمایید. دلیلش هم خیلی ساده است، اکثرا یک کارمزد کوچیکی شما رو شارژ میکنن که خب شاید ضروری نباشه. دومی که قبض ها رو خیلی زودتر از موعد هم پرداخت نکنید. وقتی که حساب های شما همونطور که در مرحله قبل گفتیم با یک ساختار خوب طراحی و مهندسی شده باشه، شما بابت هر یک روزی که پول تو حساب شما میخوابه سود اندکی کسب میکنید. پس پیشنهاد ما اینه که وقتی قبض دریافت میکنید توی تقویم خودتون یا توی ریمایندر موبایلتون جهت یادآوری یک نوت بذارید که یکی دو روز قبل از پایان مدت پرداخت به شما یادآوری کنه که قبض رو از طریق بی پی پرداخت بفرمایید. گام ششم داشتن آگاهی لازم و حساس بودن روی داستان مالیات و تکس ریترن هست. این خیلی بحث طولانی و تخصصی است، اما تا جایی که در حوصله این بحث کوتاه ما می گنجه باید بگم یک سری اطلاعات پایه و ضروری است که هر کس در مورد تکس باید بدونه. مثلا شما باید بدونید که درصد مارجینال تکس شما دقیقاً چقدر هست و شما تقریباً چقدر از درآمدتون رو مالیات می‌پردازید و اینکه چطور می‌تونید به طور کاملاً قانونی مالیات خودتون رو کاهش بدید. با توجه به شرایط خاص هر کس و نوع کار و نحوه درآمد و هزینه‌ها و غیره، ممکنه که بند و تبصره‌های قانونی وجود داشته باشه که شما با استفاده از اونها بتونید بعضی از هزینه‌های مربوط به کارتون رو در تکس ریترن کلیم کنید. و همونطور که همیشه ما پیشنهاد میکنیم بهتر کار رو به کاردون بسپاریم و از خدمات حرفه‌ای حسابدارها، مشاورها و تکس ایجنت ها استفاده کنیم. مهمتر از تکس ریترن در واقع داستان تکس پلنینگ هست که شما با پیروی از یک استراتژی و یک برنامه‌ریزی خاص در طول سال سعی میکنید طوری درآمدها و هزینه هاتون رو تنظیم کنید که حداقل مالیات قانونی رو پرداخت کنید. در این حال یادتون باشه که این داستان مالیات یک شمشیر دو لبه است. هر چقدر شما مالیات کمتری بپردازید، در واقع دارید رسما به دولت، بانک‌ها و مؤسسات مالی نشون میدید که درآمد کمتری دارید و این خودش ممکنه میزان وام دریافتی شما رو تا حدی تحت تاثیر قرار بده. دقیقاً همینجاست که برای بالانس کردن و حفظ تعادل منطقی بین تکس و سیوینگ و میزان درآمد شما به خدمات مشاوره مالی و مالیاتی احتیاج خواهید داشت. در اصل در مورد تکس و تکستن ساعت ها میشه صحبت کرد، ده ها جلد کتاب و قانون و بند و تبصره وجود داره، اما اصل مطلب این است که لطفاً در این مورد خیلی هوشیارانه عمل بفرمایید. گام هفتم که ظاهرا تعداد کمی از مردم ازش اطلاع دارن، حساب های خاصی است به نام First Home Saver Account که ممکنه برای بعضیا خیلی مفید باشه. به طور خلاصه این یک نوع حساب پسنداز مسکن هست که درصد سود بالایی بهش تعلق میگیره و از هم مهمتر البته طبق قوانین جاری فعلی اگر در آینده عوض نشه، دولت به ازای هر 6000 دلاری که در سال شما پسنداز میکنید 17% علاوه بر سود معمولی که به حساب تعلق میگیره، دولت به عنوان کمک بلاعوض
به حساب شما واریز میکنه. خیلی ساده تر اگر بخوایم عنوان کنیم، اگر شما یک حساب فرست هوم سیور اکانت داشته باشید در یکی از بانک هایی که این حساب رو ارائه میکنن، چون همه بانک ها همین حساب رو ندارد، باید بگردید دنبالش. در صورت اگر شما سالی 6000 دلار پسنداز کنید، دولت 1020 دلار در سال به صورت کاملا رایگان و بلا عوض میذاره روی پسنداز شما، علاوه بر اون سودی که بتونید نرمال دریافت کنید. و ضمناً برخلاف حساب های پسنداز معمولی که شما روی سود پرداختی از بانک باید معادل درصد مارجینال تکس خودتون مالیات بدید که معمولاً احتمالاً حدود 25 تا 35 درصد خواهد بود، در این نوع حساب خاص شما فقط 15 درصد تکس میدید که خودش رقمی است. ولی توجه داشته باشید لطفاً که این حساب پسنداز مسکن یک سری محدودیت‌های هم داره که ممکنه باعث بشه برای همه افراد مناسب نباشه. مثلا کلاً تا سقف 90000 دلار بیشتر نمیدون ازش استفاده کنید. دومی که حداقل 4 سال باید در این حساب پول پارک بشه و حداقل سالی باید 1000 دلار بهش اضافه بشه. در کل حساب فرست هوم سیور اکانت فقط برای کسانی مناسب هست که سرعت پسندازشون کمه و حداقل 4 سال طول میکشه تا یک دیپوزیت خوب پسنداز کنن. محدودیت های دیگه این حساب اینه که اگر موجودی حسابتون رو زودتر از 4 سال بخواید، متاسفانه دسترسی بهش ندارید و این پول به حساب بازنشستگی یا سوپرنوشن شما واریز میشه و تا سن بازنشستگی دیگه نمیتونید بهش دست بزنید. دیگه این که فقط و فقط باید برای خرید مسکن ازش استفاده بشه. در صورت بهترین استراتژی استفاده از این حساب ها اینه که حداقل به مدت 4 سال ماهی 500 دلار در این حساب پسنداز کنید. همونطور که تو این جدول میبینید، اگه به طور معمولی در یک حساب پسنداز معمولی پسنداز کنید، بعد از 4 سال با سود 4.8% شما 26000 دلار خواهید داشت با احتساب همه سود و مالیات و همه چی. اما اگر در این حساب های خاص پسنداز کنید، بعد از 4 سال شما 30000 دلار خواهید داشت که رقم خیلی خوبی برای یک دیپوزیت هست. ببینید ما وقتی صحبت از استراتژی میکنیم، یعنی این همین یه استراتژی به خودی خود شما رو در طول 4 سال میتونه صاحب خونه بکنه. البته همونطوری که خدمتتون عرض کردم، تاکید میکنم مجددا این حساب ها ممکنه برای همه افراد مناسب نباشن، محدودیت های خاصی وجود داره. لطفا در مورد جزئیات بیشتر مالی و قانونیش با مشاورین خودتون صحبت بفرمایید. گام هشتم، استفاده از کمک هزینه خرید مسکن یا فرست هوم اونر گرانت هست که توسط دولت به کسانی که اولین خونه خودشون رو در استرالیا دارن میخرن و قصدشون سکونت در اون خونه هست، نه سرمایه گذاری و اجاره دادن و اینا، پرداخت میکنه. قوانین گرانت به طور مداوم در هر ایالت تغییر میکنه. اگه بخوام یه متوسط تقریبی عنوان کنیم از بین تمام ایالت ها و شهرها، این کمک هزینه میتونه از 7000 دلار تا 25000 دلار متغیر باشه، بسته به اینکه خونه‌ای که شما دارید می‌خرید آیا شرایطش رو داشته باشه یا نه. این شرایط و این مبالغ همونطور که گفتم در هر شهر و هر ایالت متفاوت هست. اطلاعات و جزئیات بیشتر رو در سایت State Revenue Office میتونید مشاهده کنید. اگر خواستید میتونید مراجعه کنید به اون سایت. نکته قابل ذکر اینجا اینه که استراتژی که میشه اینجا ارنج کرد این هست که اگر امکانش براتون وجود داشته باشه، دنبال خونه هایی باشید که شرایط حد اکثری گرانت رو داشته باشه تا بشه از حد اکثر ممکن این کمک های بلاعوض دولتی استفاده کرد، چون حق من و شماست که ازش استفاده کنیم. مجددا این خیلی بحث طولانی و تخصصی خواهد شد، اما ایشالله وقتی به اون مرحله رسیدید با ما یا با مشاور خودتون تماس بگیرید در این مورد بیشتر راهنمایی بخواید. روش های مختلفی برای خرید مسکن هست که با توجه به اینکه کدوم روش به درد شما میخوره و چطور خونه ای برای شما مناسب هست، میتونید از زمین تا آسمون این بحث فرست هوم اونر گرانت رو به نفع شما یا به ضرر شما تغییر بده. در صورت پیشنهاد ما این هست که در این مورد به وقتش با مشاور معتمد خودتون مشورت بفرمایید. بسیار خوب، گام بعدی مرحله نهم، دونستن پارامترهای مهم وام مسکنی است که شما میخواهید در آینده ازش استفاده بفرمایید. متاسفانه یا خوشبختانه در مورد وام مسکن تنها نکته‌ای که باید بهش توجه کرد فقط نرخ بهره نیست. برخلاف تصور عموم، مخصوصا هموطنان عزیزمون که با یک ذهنیت متفاوتی از نظام بانکداری و وام و اینها به اینجا تشریف میارن، وام های خیلی زیاد و بسیار متفاوتی برای خونه وجود داره، به طوری که حتی در یک بانک اگه به وبسایت بانک مراجعه کنید میبینید که یک بانک فقط 5 یا 6 نوع وام متفاوت مسکن داره ارائه میکنه که هر کدومش یک نرخ بهره متفاوت و آپشن های متفاوتی داره.
من همیشه مثالی میزنم، مقایسه میکنم با خرید ماشین. همونطور که موقع خرید ماشین شما با توجه به اینکه چه آپشن هایی رو لازم دارید، مثل ABS، ایربگ، شیشه برقی و غیره، در مورد وام هم بسته به اینکه کدوم آپشن های وام رو در آینده لازم داشته باشید، مثلا با توجه به شرایط فردی، خانوادگی، مالی و اصلا با توجه به برنامه زندگی آیندهتون، اون آپشن ها رو باید وام شما داشته باشه و داشتن این آپشن ها قیمت وام شما رو که همون نرخ بهره هست تغییر میده. لزوما همه این آپشن ها به درد همه آدم ها نمیخوره و بعضی هاشون داشتن یا نداشتنش خیلی مهمه و داشتن یا نداشتن بعضی هاشون میتونه آینده زندگی و سرمایه گذاری و خرید و فروش همون خونه که دارید میخرید و در آینده به شدت تغییر بده. تعداد این پارامترها و آپشن ها حدود 10 تاست که به تفصیل باید با مشاور خودتون وقتی آمادگیش رو داشتی صحبت کنید. متاسفانه تعداد زیادی از خریداران مسکن خیلی راحت به خاطر عدم اطلاع کافی از این آپشن ها و محدودیت ها و سیستمی که خرید خونه و وام و قراردادهای قانونی اینجا کار میکنه، نه تنها نتونستن خونه بخرن بلکه وارد قرارداد شدن کورکورانه و متاسفانه دیپوزیت خودشون رو هم از دست دادن. نکته دیگه در مورد وام اینه که اگر با مشاور یا بروکر کار کنید، نه تنها آینده آگاهانه تر اقدام خواهید کرد در آینده، بلکه به جای اینکه خودتون به 3-4 یا نهایتاً 5 تا بانک مراجعه کنید، بروکر شما یک آلبوم 50 تایی یا حتی 100 تایی از بانک‌ها و مؤسسات مالی مختلف رو جلوی شما باز میکنه که شما با دونستن اینکه دقیقاً چه وامی رو و با چه آپشن هایی احتیاج دارید میتونید از بین 50 یا 100 تا گزینه انتخاب کنید. پس حق انتخاب بیشتری هم مسلماً خواهید داشت. دیگه اینکه بروکر از جانب شما کلیه کاغذبازی ها و پیگیری های اداری لازم وام شما رو انجام میده که هم باعث راحتی خواهد بود و هم وقت و انرژی شما رو تلف نمی کنه. نکته آخر یا دهمین گام که سرعت رسیدن به خونه رویاهای شما رو میتونه زیاد کنه، اطلاع و آگاهی از استمپ دیوتی یا همون عوارض خرید مسکن هست. طبق قانون هر ملکی که خرید و فروش میشه در استرالیا، طبق شرایط و قوانین و جداول خاص، یک مبلغی رو تحت عنوان استمپ دیوتی یا عوارض یا شاید بشه گفت هزینه تمر اگر با ایران مقایسه کنیم به دنبال میاره که پرداختش معمولا به عهده خریدار هست. درصد ثابت و فرمول ساده‌ای برای محاسبه استمپ دیوتی وجود نداره. جداول پیچیده و با شرایط و بند و تبصره‌های خاصی هست که توسط استیت ریونیو محاسبه میشه. اما اگر بخوام خیلی کلی و تقریبی بگیم، برای یک خونه با قیمت متوسط 400 الی 500 هزار دلار، مبلغ استمپ دیوتی یک چیزی بین 10 تا 15 هزار دلار خواهد بود که شما باید آمادگی پرداختش رو در موقع خرید خونه داشته باشید. ضمناً طبیعتاً در فرایند خرید مسکن هزینه‌های جانبی دیگه‌ای مثل هزینه نقل و انتقال سند، مشاوره مالی، مشاوره حقوقی، کارشناسی ملک و غیره هم ممکنه وجود داشته باشه که باید در نظر بگیرید. بزرگترین هزینه‌های جانبی همونطوری گفتم استمپ دیوتی هست و استراتژی که میشه عنوان کرد اینه که تا جایی که امکان داره خونه ای انتخاب کنید که بشه از حد اکثر تخفیف ها و معافیت های قانونی استمپ دیوتی استفاده کرد. قاعدتا ممکنه همه آدما شرایطشون نداشته باشن از این تخفیف ها و معافیت ها استفاده کنن. این تخفیف ها و معافیت ها که رقمش اتفاقا خیلی بالا هم هست، حدود همون 10-15 هزار دلار هست، رسما میتونه یکی دو سال خرید خونه شما رو به تعویق بندازه یا برعکس سرعت ببخشه. مجددا این قوانین عیناً مثل گرانت دائما در حال تغییر هستند، بسته به نوع خونه ای که میخرید، سال ساختش، ایالت و شهری که دارید درش دنبال خونه میگردید، قیمت خرید و موارد دیگه که حتما توصیه میشه به موقعش با مشاورتون در موردش مشورت بفرمایید. امیدوارم این ویدیو کوتاه مفید بوده باشه و کمک کنه تا سریع‌تر و با برنامه‌ریزی بهتری برای خرید مسکن در کشور بسیار زیبا، آزاد و پهناور استرالیا اقدام بفرمایید. به عنوان آخرین پیام خدمتتون عرض کنم که برای کمک به خریداران مسکن، چه به صورت مشاوره مالی و حقوقی و چه به صورت انجام کلیه کارهای اداری، مذاکرات لازم و مرور قرارداد و غیره، در شرکت مشاورین مالی و حقوقی پارس فایننس سرویس مخصوصی داریم به نام First Home Buyers Package که شامل 10 ساعت مشاوره در دفتر ما در ملبورن یا اگر خارج از ملبورن باشید تلفنی یا از طریق اینترنت خواهد بود. علاوه بر اون مرور روش‌های خرید، ارزیابی قیمت ملک، بررسی آفر شما قبل از قرارداد، مرور متن قرارداد، اخذ کلیه مجوزها و استعلام‌های قانونی که به عهده خریدار هست قانوناً، ارجاع به بروکرهای بسیار کارآمد و معتمد ما برای انجام
کلیه امور اداری و پیگیری وام شما تا لحظه پایان معامله و همچنین ارجاع شما به سالیسیتورها یا وکلای حقوقی حاذق و معتبر جهت مشاوره حقوقی کیفری و همچنین نقل و انتقال سند به مطمئن ترین، آرام ترین و لذت بخش ترین شکل ممکن در خدمتتون خواهیم بود. توجه داشته باشید که وقتی بحث خرید مسکن به میون میاد، داریم در واقع راجع به 400 الی 500 هزار دلار، یعنی کم و بیش حدود نیم میلیون دلار پول، وام و تعهدات قانونی شما به عنوان خریدار صحبت میکنیم. خیلی منطقی به نظر میرسه که با هزینه کردن مبلغ کوچیکی در مقایسه با نیم میلیون دلار، با چشم کاملا باز و با اطمینان خاطر بزرگترین سرمایه گذاری زندگی خودتون رو بیمه بفرمایید. از همه شما بابت دیدن این ویدیو تشکر میکنم. لطفا جهت اطلاع رسانی بیشتر به دوستان و آشنایان خودتون همین ویدیو و خدمات ما رو معرفی کنید. اگر سوالی دارید یا اطلاعات بیشتری میخواید، بی صبرانه منتظر شنیدن صدای شما و دیدن روی ماه شما هستیم. لطفا با ما تماس بگیرید یا از سایتمون دیدن کنید. اطلاعات تماس ما در وبسایتمون هست www.parsfinance.com.au. مشاورین مالی و حقوقی پارس. متشکرم.